سلام به این ویدیو خیلی خوش اومدید قرار که فلکس دو توربوی آلفا رو با هم دیگه بررسی بکنیم یک مدل لورا که روی همون فلکس دو سوار میشه و موجب میشه که ما به جای اینکه بالای 20 استپ جنریت بکنیم بیایم و عدد 8 رو انتخاب بکنیم البته بهمون قول داده که استپ رو باز میاره پایینتر و بهمون کمک میکنه که بالای 3 4 برابر سرعت کارمون رو افزایش بدیم و خیلی عدد مناسبیه با حفظ کیفیت تا 99 درصد حتی میتونم بگم واقعا چیز خوبیه و دیدن این ویدیو براتون واجبه ببین عکسایی که بهتون نشون میدم مقایسه بین فلاکس دیو با فلاکس دیو توربو الفا هست همونطور که میبینید واقعا کیفیت قابل قبولی داره میتونید توی پروژه هاتون ازش استفاده بکنید بی اندازه میتونه خوب کار بکنه و شما میتونید حتی آزمون خطا هاتون رو حتی کارهای اصلیتون رو با همین فلاکس د و توربوی و آلفا انجام بدید و بعد پرامت بهینه شدهتون رو ببرید توی فلاکس پرو مثلا چنج بکنید دیدن این ویدیو تا انتها برای اونایی که دارن با هوش مصنوعی فلاکس کار میکنن واجبه تا انتها با من همراه باشید خواهیم با همدیگه فلاکس توربوی آلفا رو بررسی بکنیم مدلی از لورا که روی فلاکس دو نصب میشه و به ما اجازه میده که ما توی هشت استپ جنریت بکنیم یعنی به جای اینکه بریم بالای مثلا 20 24 سی استپ استپ رو بذاریم روی 8 و بهمون به قول داده که به‌زودی نسخه استپ پایینتر مثلا مثل 4 و 5 و اینا هم برای ما احتمالاً تولید بشه و ریلیز بشه. نکته ای که هست اگر من این عکس رو باز بکنم اینجا می بینید که تفاوتی وجود نداره تقریبا و بالای 90 98 درصد حتی اون کیفیتی که فلاکس دپ توی 28 استپ به ما میده این توی 8 استپ داره به ما میده و حتی می بینید یه جایی واقعا بهترم عمل میکنه اینجا و اینجا ما میتونیم تستا و آزمون خطا هامون رو اینجا انجام بدیم مثلا روی سیستم من با 28 استپ روی 70 ثانیه داره جنریت کنه و با 8 استپ روی در حقیقت 18 ثانیه و من میتونم آزمون و خطا هامو انجام بدم به یه پرامت خوب برسم اون پرامت خوب رو میتونم ببرم مثلا روی اکانت یا مثلا روی فلاکس دیو جنریتش بکنم که مثلا ممکنه رو سیستمم 10 دقیقه طول بکشه یا مثلا ببرم روی اکانت رپلیکیت هم جنریت بکنم که برای هر عکسی برام یه پولی میندازه مثلا چند صد چند صد دلار و یعنی میخوام بگم که من میتونم اینجا آزمون خطه ها انجام بدم و نسخه تکمی شده پرامت همو ببرم و تنظیمات ببرم روی مثلا فلاکس پروژیاش بکنم خب برای اینکه دانلودش بکنین میان توی فلاکس علی ماما ماف که کنم اسپانسرش علی بابا هست خیلی اسم جالبیه وارد فایل و ورژن میشین و اینجا در حقیقت دیفیوژن پایتورچ مدل رو دانلود میکنین حالا کلیک راست تو... ببینید دانلود که می‌کنید، یا میتونید وارد بشید بچه ها. اینجا دانلود که میکنید به نظرم اسمش رو عوض بکنید چون اینجوری خب خیلی از مدل رو دارن دیگه اینجوری رها میکنن و خوب نیست ببین مثلا من اومدم دانلودش کردم و اسمش رو گذاشتم فلاکس یک توربو آلفا و سیف تونسور، یعنی اینجا رو بیاین عوض بکنید و کجا دانلود میکنید توی کانفیوایتون فولدر مدلز و فولدر لوراس و اینجا اون رو ذخیرش میکنم من قبلا دانلود رو ذخیرش کردم و کارم اینجا تمومه خب به همین سادگی نصب شد من براتون ببین اینجا خودش اومده توی فایل و ها توی ورک فلو ها هم ورک فلو این رو گذاشته هم ورک فلو دقیقت توربو رو گذاشته که حالا اگر من دانلودش بکنم اجازه بدین و درگش بکنم توی کانف یو باز میشه و به این سادگی میتونیم ازش استفاده بکنیم فقط کافیه که اینجا توی در حقیقت لورا اون لورایی که اسمش گذاشتین من گذاشتم فلکسی که تور با الفا انتخاب بکنید به همین سادگی میتونید اجراش بکنید اما این من براتون یه ورک فلوی دیگه ای رو هم آماده کردم که در حقیقت میتونید از توی سایتمون دانلود بکنید از این مقاله که دارید میبینید و دانلود که کردید اینجا توی کانفیو درگ و دراپ بکنید از دو بخش تشکیل شده و یکی فلاکس توربوی آلفا هست یکی فلاکس مثبت 20 استپ دو هست که شما میتونید هر کدوم که دلتون میخواد رو فعال و از اینجا غیر فعالش بکنید ببینید دوستان من اومدم برای اینکه سیدشون ثابت باشه خب چیکار کردم نوی سید رو توسط یک نود به کنترل گرفتم و این حالا میتونه نکته خوبی باشه بچه ما بریم با هم دیگه یه دونه مثلا پرامت این ربات رو از سایت فلاکس پرو دات آرت برمیدارم از آقای اسیف علی خب از این آرتیست نکته ای که هست میخوام بهتون بگم اینه که خب من از اینجا فقط انتخاب می‌کنم که سرعت کارمون بالا باشه یعنی اینطوری نیست که من این سایت رو یا مثلا پرامت ایشون رو تایید بکنم فقط می‌خوام که یه پرامتی داشته باشیم دیگه فکر نکنیم به این داستان و بریم که اجراش بکنیم ببینید که روی استپ 8 تنظیم شده و اینجا روی استپ 28 تنظیم شده خب و این هم داشته باشید که سی اف کلیپ اسکیپ های ما روی 3 و نیمه خب من یه اجرا ازش میگیرم توی همچین حالتی که حالت چیز داره روباتیک داره مثلا سی اف جی عدد 3 و نیم میتونه عدد خوبی باشه دوستان توجه بکنید که بار اول لود کردن دوال کلیپ لودر و فلاکس دف سیفتی رو و اینا یه مقدار میتونم چیز بکن... طول بکشه ولی خب دفعه بعدی زمان خیلی سریع خواهد بود اما ما نظاره گریم و قضاوت ما فقط با کامند پرامت خواهد بود چند لحظه منتظر باشید که ما برگردیم اول اینجا رو جنریت میکنه و بعد اینجا رو خب بچه ها همچنی میبینید تمام شد و این نتیجه فلکس دو توربو هست و این نتیجه فلکس دو آلفا هست حالا میتونیم اینجا هم با هم دیگه بررسی بکنیم موقعی که حالا موس و نبرین روش فلکس دو آلفا رو نشون میده و الان یعنی توربو رو نشون توربو آلفا رو نشون میده و الان فلکس دقیقا دو اصلی بچه ها میبینید واقعا جزیات اوکی هن. حالا من نمیگم که یه سری جزیات بیشتر توی دو وجود نداره دو اصلی 28 استپ قطعا وجود داره 28 استپ فکر کردن کجا شما واسه یه داستان 28 بار فکر بکنی کجا 8 بار فکر بکنی کجا البته این مثال مثال ساده ای و ولی خب به ما کمک میکنه که فکر بکنیم بهینه بکنیم و در آینده اینو بهتر بتونیم اجراش بکنیم خیلی خوب بچه ها من میرم یک بار دیگه خب این تصویر رو انتخاب میکنم ببینید دوستان اینجا اگه ببینید اگه من اینو پاک بکنم این یکی رو پایین هم پاک بکنم کلیپ تکست انکود دوال داره یعنی شما میتونید بگی که مثلا اینجا مثلا میتونید بگید آقا فوگی مثلا لایت یا مثلا ریم لایت خب و توی پایینی بیای پرامپت تو بذاری و اینجا اصلا در مورد نور و اینا صحبت نکنی ولی یعنی پرامپت اصلیتون رو این پایین بذارین توی T5 بذارین خب اصلا بیا من همین کارو میکنم که شما نتیجه رو ببینین قرار نیست که دو تا پرامپتتون رو یکسان وارد بکنید با اینا هم یه ور بینی. بچه ها چون انسان نسخمون من از روی دو و خب من این هم اینجا میذارم و این یکی رو هم اینجا میذارم بچه ها اصلا من حواسم نبود توی دو این دومیه برای نیگتیو نیاز نیست اینجا رو پر بکنیم و اینجا همون نیگتیو که خودش گذاشته بود و من میذارم که باش حالا اگه دوست داشتی میتونی عوض بکنی خب مثل بدهند و نمیدونم بدفینگر رو اینا خب من یک بار دیگه جنریت میزنم ولی خب قبل از اینکه جنریت بزنم به این نکته توجه بکنید که آقا قبلی روی 70 ثانیه روی فلکس دو اصلی و توی فلکس دو توربو آلفا روی 18 ثانیه یعنی 70 تقسیم بر 20 تقریبا بیشتر از سه برابر برا ما سرعت رو میخره و این خیلی خوبه خب ما یک بار دیگه شروع می‌کنیم و هم ببینیم که چه اتفاقی میفته الان دیگه مستقیم میره سراغ کی امپلر برمیگردیم خب بچه ها، یک بار دیگه ما این کار انجام دادیم و بریم با هم دیگه تماشا بکنیم چقدر جالبه واقعا خیلی خوبه اه، توی گایدنس خب ببین اینجا من بچه ها یادم رفت که چیز بکنم و اینو من روی سوانیم گذاشتم مونده یعنی حواستون به این موضوع باشه خب که اونی که با حالت فلاکس دوه اصلیه یعنی این کار با سه و نیمه ولی خب قبلی با یعنی آلفا توربا با دوه سی اف خب. دو خب یک گایدنس اسکیل دو خب ببین بیان واقعا میتونم بگم خیلی بی اندازه خوبه برای هشت دبز هشت استپ بی اندازه خوبه و شما میتونید اینجا اثرش رو حالا من زوم میکنم که بهتر بتونید ببینید میتونید نوت های آپ اسکیل و چیزهای دیگه که توی آموزش دیگه بهتون یاد بکنید و اینجا رو تکمیل بکنید که بتونید آپسکیل شده شم مثلا این بالا ببینی این یکی هم اینجا ببینی و خود آپسکیل ها رو هم بیای با هم دیگه ترکیب بکنی واقعا میتونم بگم خیلی خوبه برای اینکه مقایسه مقایسه درستی باشه من اینا رو, رو روی دو یک بار دیگه تنظیم میکنم و قبل از اینکه استارتو بزنم باز نشون میدم 19 ثانیه و 70 ثانیه دوباره همون بیش از سه برابر برای ما زمان رو میخره حالا یه جایی که مثلا شما سیستم تو مثلا میخواین تحت فشار نظری من دارم مقایسه میکنم که این کارو میکنم از فردا مثلا واسه کار خودم میام چیکار میکنم اینو ببین خاموش میکنم تمام اینا خاموش میشن و فقط با بالای جنریت میکنم تا به یک تصویر جذاب برسم و بعد این پایینی رو روشن میکنم خب حالا هر دوتا روشنه که یک مقایسه دیگه با هم دیگه داشته باشیم خب بچه من یک بار دیگه این کار انجام دادم و همتون که میبینید رو حالت فلکس توربو و فلکس دف واقعا میتونم بگم حتی یه جایی حت از اونم بهتره جایی نقطه ضعف داره مثلا خب این قطره بارونی که رو لباسه شبیه قطره بارون نیست شبیه بدن قورباغه است ولی تو این یکی حالا خیلی خوب نیست ولی خب باز بهتره البته اونایی که خب گرافیک میدونن خیلی راحت میتونن اینا رو با یه گریدی درست بکنن ولی خب اینو گذاشتم که بدونید که این اتفاق شدنیه و ما از روی این تصویر که توی فلکس پرو ساخته شده بود البته پرامت آنچنان نداره اصلا پرامتی نداره این درست نیست به نظرم اصلا و ما رسیدیم به این تصویر جذاب که این حالت فلکس توربای الفاشه جزیات تو چشما و پلکا قابل قبوله و اینم فلکس دوش من یک بار دیگه برای یک لوگو میخوام این کار انجام بدم که یک پرامپت تقریبا خوبی داره و بریم با هم دیگه نتیجه رو ببینیم خب این اینم از این و ما اومدیم از روی این پرامپتی که اینجا بود یه تستی زدیم برای ساخت لوگو و همون که میبینید توی نوشته تقریبا خوب عمل نمیکنه تقریبا که نباید بگم خراب کرد دیگه ولی خب ببین فلکس ده واقعا خوب بود اصلا دیوونه کننده است جادوی این کار که میاد یک لوگو رو تو زمینه سفید جو میکنه و یک بار دیگه تو زمینه مشکی این خیلی فوق العاده است یعنی من هر چقدر که بگم کم گفتم و واقعا عالیه بچه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و اگه میخواین که ساخت این ویدیو ها توی این پلیلیست یعنی هوش مصنوعی ادامه داشته باشه حتما از این کانال حمایت بکنید Uh, ویدیو رو لایک بکنید و برای دوستاتون بفرستید